بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند و عرض سلام خدمت تمام شما عزیزان و بزرگواران کمیل اعظم مستطیل طلوع را میبینین در هر کجایی که هستین، چه در داخل از افغانستان چه هم در بیرون از افغانستان. امیدوار هستم آبتان سرد و نانتان گرم باشه و در کنار خانواده های محترمتان لحظات خوش داشته باشین. مهاجرین و مسافرینی که بیرون از افغانستان هستین و دلتنگ افغانستان شدین، برنامه سراچه را ببینین. همیشه موضوعات و مهمانان را دعوت میکنن که بیشتر شما بتانین یک چند لحظه دقیقتان را رفع کنین. از کابل قدیم صحبت میکنیم، از شعر شاعری صحبت میکنیم، چهرهایی که اصلا گپ به گفتن داشته باشن میاین در استدیوی سراچه. بازم ما فرهاد را مکیستم و امشب مهمان ما چهره گرامی و بزرگوار است، استادی که سالهای زیاد در شعر و شاعری کار کردند و زحمت کشیدند، دیوان را به چاپ رساندند. میخواییم که امشب با ایشان بیشتر صحبت کنیم، از رفاقتهایشان با عشقری و عیدری وجودی و چهرهای دیگر که بوده و هست و از قهراسی را که من خیلی دوست دارم. میخواییم یاد از قهراسی هم در برنامه داشته باشیم. جناب استاد نثار احمد نثاری، شاعر و نویسنده افغانستان، خیلی خوش آمدین جناب استاد. تشکر از اینکه وقت دادین بر ما، خوشحال هستم که شما را در برنامه دارم. خوش باشین، سلامت باشین، زنده باشین، خدا شما را عمر بده. و شما بازم لطف کردین که موی سفیدای قدیمی را خواسته اینو میخواین با مردم معرفی شود. بخیر باشین. استاد زیاد دوست داره وطن دارای ما که دمارد شما بفهمه. شما کمتر دوست دارید که بر رسانه تشریف ببرید و برین و برنامه چند لحظه قصه کنین؟ میخوایم در اول ناتوانیایی که هست در او بگویم که یاد ایام جوانی جگرم خون میکرد، یاد ایام جوانی جگرم خون میکرد. خوب شد پیر شدم، کم کم نسیان آمد. دردهای بسیار، گپهای بسیار است، شما لطف کردین و ما در نخست میخواهیم که تحفه بزرگی را که او و کسانی که در بیرون یا در داخل هستن و به این تحفه بزرگ باور و یقین دارد، می خواهیم حضورشان تقدیم بکنم که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و بعد از این از شما می خواهیم که چی بگویم، با چه ارتباط و از کجا شروع کنم؟ بخیر باشین. از یک شعر زیبا اگر شروع کنیم، نظر شما چیست جناب استاد؟ ما چیزی که شما بگوین ما تحت قمانده هستم. خواهش میکنم، خواهش میکنم. با اجازه شما بفرمایید. جناب استاد دیوان را که به تازگی به چاپ رساندن و بیشتر میخواییم در موردش صحبت هم خواهد کردیم، یک قطعه شعر تقدیم ما شما میکنند. ای مهربان، با وادی غم عمر من گذشت. ای مهربان، با وادی غم عمر من گذشت، در حولگاه ظلم و ستم عمر من گذشت. گاه پی هوا و هوس پا و پر زدم، گاه پی هوا و هوس پا و پر زدم، گاه به انتظار سنم عمر من گذشت. راحت مگر به قسمت من از ازل نبود، در کارگاه رنج و الم عمر من گذشت. خواندم حدیث حسن و روایات عشق را، خواندم حدیث عشق و روایات حسن را، ناخوانده درس دیر و حرم عمر من گذشت. جز نقد احتیاج نباشد به کیسه‌ام، جز نقد احتیاج نباشد به کیسه‌ام، افسوس در هوای درم عمر من گذشت. ساز نفس ز هرزه سرایی ز تال ماند، ساز هوس ز هرزه سرایی ز تال ماند، ناکرده یک نگاه به قدم عمر من گذشت. شمشیر و حربه نکشیدم بروی کس،
شمشیر و حربه نکشیدم بر روی کس، در کارزار لفظ و قلم عمر من گذشت. در پیچ و تاب دور حوادث چو آسیاب، در پیچ و تاب دور حوادث چو آسیاب، سودم کفی فسوس به هم عمر من گذشت. نوری قناعتی به دلم جلوگر نشد، نوری قناعتی به دلم جلوگر نشد، در آرزوی جاه و حشم عمر من گذشت. ما را نساری پیشه و کار دیگر نبود، ما را نساری پیشه و کار دیگر نبود، در آستان لطف و کرم عمر من گذشت. خیلی خانه تان آباد، بخیر باشین. جناب استاد بزرگوار، در آغاز هم از گذشتن عمر صحبت کردین. آغاز قبل از سلام علیکی شعر رک به خانش گرفتین، حال هم در مورد گذشت عمر و رفتن عمر شعر را سرودین. آیا افسوس میخورین که عمر شما گذشته، یا هم دوست دارید که دقل روزای خوب و خوش و ناخوب و ناخوش را سپری کردین؟ ما اینطور میگم که عمر با گذشت عمر هم بدی های دارد و هم خوبی های دارد. ما گذشت زندگی را یک مقدارش بد میگیم، یک مقدارش خوب. ما متولد هستم در سالهای 23، 1323 و در 2 سالگی و 3 سالگی پدر و مادر از دست دادیم و یتیم شدیم. یتیمی یک حادثه خرد نیست، و درد و داغ یتیمی و گرد یتیمی تنها گرد و غباری نیست، پالویش ای غبار آتش هم دارد. یک یتیمه شما که میبینین پالوی با هر قیمتی که در هر فامیل زندگی میکنه، باز هم یتیم است. اول دوره یتیمی تا وقتی که ادامه پیدا کرده، مشکلات یتیمی، بی پدری و بی مادری، با آن که همه دوست ها و فامیل بوده باشد، باز هم یتیم است. بعد از اون من شامل مکتب میشم، تا جایی که مکتب میخونم من در لیسه برک لوگر. هیئت میاد از وزارت دفاع ما را انتخاب میکند به مکاتب نظامی، که ما به نظامی هوایی انتخاب میشم. مکتب با پانزه هوایی را در رشته مخابرات در اوجه میخونم، بعد از او به اردو میروم. در این دوره هایی که هستن، سالهای 40 و چند و 43 و 44 و 45 و 46، یک نوزت به نام نوزت جوانان هم در افغانستان شروع میشه. به رهبری کی؟ نوزت جوانان در اون وقت به رهبری هر کس رهبر، چندین کس در اونجا نام نشان داشت. در جوانان یک نفر به نام نیازی بود، عبدالرحیم نیازی. و اینطور مشخص وقت رهبری اینطور نداشت که رهبری مستقیم بود. یک به ذوق خود همه جوانان وقتی که دیدن ما مسلمان هستیم، در یک مملکت اسلامی زندگی میکنیم، باید ما از فرهنگ خود، از دین خود، از آیین خود باید پشتیبانی بکنیم. بلکل. و ما خودم در خانه در یک فامیل علمی تولد شدم. پدر ما حاجی ملا محمد، آقا محمد نام داشت، از علمای جدید وقت و از نخبه های در علم میراث بودن. کو بسیار مسائل مشکلی که پیدا می شد به مراجعه می شد، اما من نیده بودم پدری خودم. لیکن امو احساس، امو خونی علمی و اخلاقی و ادبی و به حساب بگویم که عقیدوی که از او در رگ مروان بود، اونمو احساس بود بشم که ما باید دفاع از اسلام، در دفاع از اسلام به اندازه توان خود. من نمیگم که ما بسیار بزرگی دیرا کردیم،
قربانی های بسیار دیا دادیم، اما قربانی به حد توان شخصی خود قربانی دادیم. بسیار خوب جناب نصاری صاحب، باید وقفه را بگیریم، پس از وقفه دوباره بر میگردیم. بله. و قصای دیگه ما شما مانده که حتما خواهد داشتیم. بخیر باشین عزیزایم، وقفه بسیار کوتاه را با هم دیگه میبینیم، پس از دیدن وقفه بر میگردیم. خوش آمدین، امیدوار هستم در امان باشین و روزهای زمستان به خوبی و خوشی پیش ببرین. خدا کنه که مواد سوختم ارزان شده باشد تا دوستای ما که شکایت داشتن از قیمت بودن مواد سوخت، اونا هم در زمستان بتانن خریداری کنن و در یک فضای گرم و صمیمی روزها و شبای خود را سپری کنن. یک تشکری خاص هم دارم از اپی مصرف انرژی درینک، انرژی برای تغییر، حتما بنوشید و لذت ببرید. اگر شما خسته هستین و اسم میکنین که نیاز به انرژی دارین، پس اپی مصرف انرژی درینک انتخاب کنین، به خاطر که رفع خستگی شما با اپی مصرف انرژی درینک است. من خو یک شب مینوشم. تشکر. جناب استاد، در خانواده کیها هستند؟ آیا بجز شما کسای دیگر هم در فامیل علاقمند شعر گفتن و سرودن شعر هستند؟ علاقه همه ایشان دارد و شعر علاقه هم دارند. دکتر هنوز شعری که بگویم به ذوق دارند، شعرشان هنوز به او حد نرسیده که ما او را بسیار به رسانه ها روان کنیم یا چاپ کنیم، لیکن ذوق شعری در خاندان ما وجود داره. فضل رب العالمین. خب کیها مشخصا؟ ما خو در این سوال شما شاید بایی چه باشد، ما در حدود الحمدلله 4 بچه دارم، 5 دختر دارم. نام خدا، نام خدا. بچه هایم یکیش از ادبیات فارغ شده، حافظ قرآن است، ماستری هم دارد و علاقه زیاد همی دیوانی ما که بشروع شما گذاشته شده امو احتمام جور امو کرده و زوقی داره که میاره جمع‌آوری کرده و همه ترتیبشه کمپیوتر همه گپس خودش کرده، هم زوق فوق العاده خوب داره و صاحب استعداد خوب هم هستن. فضل رب العالمین. اولاد دوم ما از الازهر شریف فارغ شده و دیگه اولادایم بچگکای ما کلش لیسانس هستند، دخترها هم از شرعیات فارغ شده و دکتر هم داریم. یعنی همه اولادا شکر در بینشان پدرشان که مستم، ما سپاهیستم دیگه، از من که همه ایشان فضل خواهد به علوم ایشی دسترس فوق العاده دارن و زحمتکش هستند و اولادایش کرم رب العالمین با ادب هستند و ما از اوها راضی هستم. بسیار عالی. و خدمتگار هستند در جامعه، خدمت میکنن برای فیلن، اگرچه بیکار هستند اما اگرچه بیکار هستند و فیلن برای بیکار هستند. متاسفانه بیکاری دامنگیر تعداد زیاد از جوانان ما شده و قدر پیام میای بر ما در صفحات اجتماعی، مشخصا فیسبوک و اینستاگرام، که رفیق اگر کمک ما کنید تا در یک جای صاحب کار شیم. ما گفتم ای کاش ما چند تامی بودم، میتونستم چند دانه خود بسازم خودم و برای تعداد زیاد از هم قطارانم، هم نسلانم، هم سنفیایم، هم سن سالم مزدر خدمت شوم و بتانم که اونا را کمک کنم، دستشان را بگیرم و برسن به یک جای. از جوانای هم نیستم که خدای نخواسته بخیلی کنم و نخواهیم که یک هموطن خود یک جوان کمک کنم. انشالله که یک روز نصیبشان شود کار کردن دوباره در دوائر که خودشان میخواهند یا ادارات را که دوست دارن بخیر به کار شامل شوند. امیدوار هستیم. بخیر بخیر. در کدام سالا استاد ازدواج کردین شما؟ ازدواجتان یک ازدواج سنتی بود یا نه بخواست خودتان پیش رفت؟ هم سنتی هم بخواست خود ما. اصلا همین ازدواج سنتی هم اصلا خواست خود انسان است، اما ما متوجه نیستیم. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا در دین مقدس اسلام
امیر کلمه راغب و مرغوبه که در چی استعمال میکنن علمای مبارک، منظور از ایست که دو طرف راضی باشه با هم، یکی دیگه خود دوست داشته باشن. در این حکمت بزرگ خداوند و حکمت پیغمبر ما ایست که وقتی که انسان کسی را به دوستی خود یکی دیگر دوست داشته میشه، ابدا به دیگر طرف رجوع نمیکنه و این زندگیشان ابدیت است و تا آخر تا که زنده هستن این زندگیشان ادامه پیدا میکنه بسیار به خوشی. همین زندگی هایی که جبری میشه او را ما سنتی نمیگیم، سنت همین گپی است که ما گفتیم که باید در دو طرف راضی باشه. بله بله، امریک نامش مردم سنتی ماندد که چی بگی و چی بته و امی خودش اکثرا متوجه نیستن، باید متوجه شوند جبر و اکراه دیر را نباشه. کرم رب العالمین از ما جبر اکراه نبوده، راضی بودیم، راضی هستم و سال 58 ما ازدواج کردیم. سال 58 بله. خب 40 سال از ازدواج ما میگذرد و حاصلش نمی اولاد ای حضور شما بسیار عرض کردم. بسیار خوب، من از خاطر سوال کردم جناب استاد، بعضی از جوانای ما هستن روزه باور کنید که اصلا طرف تا لحظه که دقل به نامش نمیشه یا به اصطلاح یا دسمال برش نمیارن نمیبینن، حتی نمیبینند و بعدش برش میگن که خودت با فلانی نفر نامزد شدی و از این بعد زندگی تا به پیش میبری. او مدیریت خود شخص نشان میده که چطور میتونه زندگی رو مدیریت کنه تا یک زندگی آرام و خوش داشته باشه، در این حال طرف دوست داشته باشه و از دل جان بپذیره. اینمی مسئله است که ما حضور شما عرض کردم که ازدواج خوب نیست، این ازدواج خوب ما نمیگیم، باید یکی دیگر عقلا ببین. حتی بعضی روایات که ما شنیدیم، ما عالم نیستیم که حالی مرا کدام کسی دیگر نگیره، گفتن که حتی صدای یک دیگر بشنون. بعضی وقتا شما متوجه باشین که بعضی صداها اینقدر کریش که آدم خوش نمیه، حتی صدا را با هم بشنون یا که نشود در زندگی خود بیاد صدای خوش من نمیه. یعنی یه تو صدا نی که غزل بخونه، صدایی که اقل با شما صحبت میکنه همین صدا را اقل هم بشنود. این تا این حد در اسلام بسیار تاکید است به خاطر یک زندگی خوبی را سپری بکنن و زندگی خوب داشته باشه. بخیر باشین جناب استاد. حالا همکارای ما میگه باید وقفه بگیریم، وقفه بسیار کوتاه، وطندارا با هم دیگه یک جا میبینیم، پس از وقفه برمیگردیم. شما جای دیگه نرین، جناب استاد نصاری گپا و قصای زیاد دیگه داره که همراه خود آورده، حتما همراه ما باشه. خوش آمدید. چقدر خوشایند است که در این شبهای زمستان تو چهار مغز باشه و صندلی باشه و قصای فامیلی باشه و در این حال سراچه باشه، سراچه باشه و فرهاد رامکی باشه با مهمان های بسیار خوبه که در برنامه دعوت میکنیم. استاد چی است باعث شد که شما مشتاق به شعر گفتن شدید و در چند سالگی اولین بار شعر را آغاز کردید و اولین شعر را سرودید؟ شاید شروع آغاز که من ذوق شعری داشتم، شعر میگفتم یا باید شروع میکردم 17 یا 18 ساله بودم. 17 یا 18 ساله بودم؟ به میسنا بودم، برای مشق میکردم در دل میگان چیز میمان بگویم، اما یک ماده فطری در نهاد ما بود، اما اطور شعری که در او وقت درستانه ها بروه به او شکل نبود، اما یک ذوق بود در اینجا. بسیار خوب، شما پیشتر قصه کردین که در سن چند سالگی؟ دو سه سالگی گفتم. دو سه سالگی یتیم شدین. بله. اینم یتیم شدن شما چقدر شما را کمک کرد تا یک شاعر زبردست شوین و همون درد را که داشتید و او را آوردید روی قلم و کاغذ نوشته کردین و بالاخره آیست آیست و تبدیل به شعر گفتن؟ خود مشکلاتی که در زندگی این باشه دو پالو داره زندگی، هم بودی مشکلاتش هم شعرزاست و هم بودی نشاطش هم، در دو طرف. آیا اینی نمیخواستم بفهم؟ در هر دویش انسان میتونه. با شما یک به می ارتباط از یتیمی قصه بکنم. ما وقتی انتخاب به کابل آمدیم به خاطر تحصیل، در رخصتی رفتم به خانه یک روز، دو روز، در روز، عید بود، رخصتی گذشت، پس آمدیم که بیم دوباره به وظیفه.
یک پسر خالی من همراه من سنفی انتخاب شده بودم راه یک جایی بود. من در موتر که رفتم سواری شما میفهمین شکایت کردن که چرا نمیان موتر پرش پر شده وقتی حرکت است نمیان. امی بچه خالی پسر خالی ما یا بچه خالی ما نامده بود. من گفتم برو صدا کنم رک بیام. من که رفتم در خانه در خانه خالی میرفتم. بله. امشیره دختر خالی ما و خود خالی ما در گردن امی بچه خالی ما دست خود انداخته و نردیشان گریه میکردن. اینجا دک فامید متوجه شدم که نداشتنی مادر. ما از خانه خود که برآمدم عادی برآمدم خداحافظ خداحافظ. اما در این خانه گرفتم که خوار و مادر داشتن یا گریه میکردن که رخصت میگیره که من میرم پس کنم. آها پس میرم. درد یتیمی را اون در وجه احساس کردم. برای ما امی که آلام و درد گفتم که باید یک شاعر در جامعه خوبی ها و زشتی های جامعه را باید درد مردم ها، آلام مردم ها، سیری مردم، گشنگی مردم هر حرکتش باید شاعر به قلم بکشد و در روی صحنه، در روی صفحه بیارد. احساس اینطور احساس پیدا میشه به آدم. من مسئله شما سوال کردین به ارتباط یتیمی. یتیمی بعضی وقتا اینطور گپا احساس این گپی قصه ای که من به شما کردم شاید وقدر به شما شکل یادی داشته باشه. اما اگر بگویم که موی تمام جانم سیخ شد استاد در ملاحظه که صحبت کردین یادی نبود بر ما بسیار پند بزرگ بود که ما دانستیم فهمیدیم آموختیم و در این جا من آلی بازم به کسایی که صدای ما را میشنوه کسایی که ما را میبیند و میشنوه در هر دو صورت برادرها فقط پاسداری از پدر و مادر و شکر داشتن پدر و مادر باید انسان بکشه بشک. در غریبی و در معتبری اعتباد نداره پدر داشتن و مادر داشتن که من غریب هستم یا معتبر هستم یا دارا هستم یا نادار هستم نداره فقط خود از این سرمایه بسیار بزرگ است این سرمایه را باید شکرش بکشه برادرها و هر کسی که میشنوه و هر جوانی که است نداشتن سرمایه مردم بزرگا نوشته میکنن که وقتی که پدر و مادر حیات دارن اولاد میگه کور میباشه چشمش نمیبینه به مجردی که چشم از او پت شد چشم از او باز بشه او وقت گپ از گپ رفته این باشه چیز کلم نمیبشه بناهن داشتن پدر و مادر سرمایه بسیار بزرگ است و همون که حضرت سعدی میگه بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر از پیغمبر میگه بعد از پیغمبر بزرگتر همین پدر و مادر است که جو که سرمایه بزرگ خوشا بالی کسی که آره خوش نگاه بکنه و پایگاهش نه به چشم خود به بالا از پیشان خداحافظی بگیره و به سلامت پس به خانه خود برسه یا خوشا به حالشان و بدبخت کس خواهد بود که ارزش و قدر پدر مادر خود را نمیدانه و والدین اصلا نمیخواهند که قدرش را بدانن همیشه خوار هستن، ذلیل هستن، همیشه پایشان در سنگ و چوب میخوره و گفته امو مردم هم ما صحبت میکنن میگه اگر پدر قدرش نفهمیدی و مادر قدرش نکردی و دعایشان را نداشتی همیشه پای در سنگ و چوب میخوره و هیچ گاه روز خوشی را نخواد دیدی استاد اشعارتان بیشتر در کدام سبک است و کدام سبک بیشتر راحت هستین که شعر به سراین ما فقط ذوقی اشعاری که ما گفتیم از ذوق و نظر و توجهات همی عزیزایی که بودت بزرگایی که پسان البته نامای شده من میگیرم ما تقریبا در سبک هندی، عراقی و اضافه تا در این سبک ها ایت ثابت یک سبک نیست اشعاری که وقت شما یا کسایی که در سبک ها بلد هستن بخواهند شاید از هر سبک در دیوان ما باشه یعنی خوشم میاد سبک هندی و عراقی زیادتر خوشم میاد و اشعار ما دیگه طور و مکاتب دیگه هم که مکتب های شیری زیاد هست در او قدر من چی ندارم اما خوشم میاد امون قسمی که چیزی که آمد امون رو میگیرم باز به هر سبکی که بود نوش جانش نوش جانش دوستایم وقفه بسیار کوتاه را با هم دیگه میبینیم یک جا دیگه جای هم نرین حتما زود پس میایید با ما باشین بخیر باشین
خسته نباشین اجزای مدامه سراچه است و یک تشکری خاص و ویژه داریم از اپی ماسیف انرژی درینک، انرژی برای تغییر. حتما بنوشید و لذت ببرید. اگر میخواین انرژی در شما جادو کنه پس اپی ماسیف انرژی درینک انتخاب کنین که ما انتخاب کردیم و مینوشم. جناب استاد سلام نمیزنم به خاطر که پیشانه است، اگر بخواهی بروشن در خدمت شان هستی. استاد بزرگوار، زمانی که اولین کتابتان را نوشته کردین چه زمان بود و شما چند ساله بودین در اون زمان؟ بسیار نوخت، چون ناتوانی های چی بودن، نوخت چاپ شد در سال 88، 1388. امی اولین به نام آینه سرشک چاپ شد. در سال 1388 به نام آینه سرشک یک کتاب ما چاپ شد. ما دیگه دو وقت عمرمون تقریبا زیاد این در 60 چند میرسه که. استاد چرا در اینقدر وقت شما کتاب چاپ نکرده؟ البته از... اول یک ذوق چاپ هم بشیم، فکر میکردم شعرهای ما قابل از نیست که چاپ شود و هر کس خواهش میکرد. حساب وقتی که ما اشعار بزرگای قلمرو ادب میخوندم فکر میکردم که شعر ما اون تو شعری نیست که در کتاب روی کتاب بیا چاپ شود، در قسم به ذوق شد. پس آن دوستای دیگه مثل شما جوان و بعضی بزرگایی که بودن در قلمرو، باز و وقتی که اشعار ما را دیدن باز و بسیار چی شدن که نی چرا نمیکنی. باز با تشویق از او ما شروع کردم به چاپ کتاب و از نگاه مثال اقتصادی هم توانی وجود نداشت وقت ما کتاب چاپ بکنم. دیگه باز در وقت تقریبا میسر شد، بعضی دوستا کمک کردن و کتاب ما و کتاب چاپ شد. باز بعد از اون دیوان است که باز مکمل چاپ شد. و بسیار خوب. چند کتاب است در کل شما تال چاپ کردین؟ فقط چاپ دارین کتاب همین دو کتاب است که چاپ کردیم و مجموعیشان اضافه تر است نظر رو که چند بعضی مردمایی که بعد نام رساله ها چاپ میکنن 5 تا 10 تا، اما ما همی دو کتاب کتاب شده شاید به حساب خرد خرد کتاب میشه 10 تا 15 تا میشه. خب از متولی کل چاپ شده. خب استاد وقت مصرف میکنین یک مقدار پول و کتابتان رو و چاپ میرسانین، دوباره علاقمندا یا کسان است که را خریداری کنه حداقل و مصرف کردید تو مصرف شد دوباره بکشید شما؟ چه خوب سوال میکنی، یک سوالی که مثل که من پیشتر شما را گفته باشم که سوال از ما بکنین. سوال بسیار بجا. خواهش میکنم استاد جان. همین کتاب ما چاپ شد و تقریبا در حدود 5 یا چیزی بالا و کمتر اضافه تر چه شد مصرف شد. ما غیر هر دوست صدا کرد کتاب دو برای من نرسیده. گلم نمی کنم از دوستایی گرفته خفه و نشوند و حق داشتند. اما هیچ کسی نگفت که ما مثال این اولین دفعه صدای شما می براید. حتی کسایی که در بعضی جواب بودن در بعضی صدا هم نکشیدن که یک کتاب چاپ شده. شما خبر شوند که اگر خوش دارین به شعر علاقه دارین بگیرین. اکثر هم از این تابایی هم بعضی در حدود 1000 جلد چاپ شده بودم. ما در حدودی خدا گردنم نگیره مت اصطلاحی برای شما بگویم که شاید 200 جلد شه دوستا گرفته باشن به من نرسید، به کی رسید، کی داده بودین من نداده بودین کس تا بالی شاید معدود یک 5-10 نفر لطف کرده باشن گفته بودم همونطور تبرکن که نه من نمیگیرم تبرکن من میدونم یک اما یک چیزی کمک کرده باشن. دیگه کسی نه کس خبر هم نیستند و بعضی مردمی که خبر هستند ولی میگه روزگار شرایط خراب است، ولی کس به کتاب علاقه در ملک ما علاقه به کتاب هم کم از مطالعه و این ما حضور میکنم نه کتاب مرا، کسایی که میشنه و کوشش کنند که کتاب های دیگره از هر کس تنها شیر نی هر نویسنده چیز نوشته میکنه او در روی خون دل میخوره، باید از او استفاده شوه، او برای خود نمیسازه. شما یکی از یاران صوفی اشقری بودید و هستید جناب استاد. میخواییم در مورد شخصیت آقای اشقری برای ما و بیندای ما بگوین که در کجا با هم دیگه معرفی شدین، چیگونه شخصیت داشت جناب اشقری و بیشتر بیشتر که شما معلومات دارین در موردشان. حضرت
صوفی صاحب اشقری رحمت الله علیه، ما در آغاز می خواهیم که یک بیت مبارک از برای شما بخونم از حضرت صوفی صاحب اشقری را. صوفی صاحب می فرماید که ما پادشاه مملکتی بینواییم، ما پادشاه مملکتی بینواییم، این بوریای فقر بود پایتخت ما. حضرت صوفی صاحب بوریانشین از سریر عز و وقار بودن، یک بوریانشین از سریر عز و وقار و فقیری بودن از دودمان صداقت و امانت، یک فقیر تامی نبودن، ریا خوششان نمی آمد، خودخواهی نداشتند. تمام سجایایی که ما از صالحین شنیده بودیم در وجود مبارکشان بود، خودشان یاد نمیکرد که ما چی هستم، از عرفان، از تصوف، فقط خودشان یک مجسمه عرفان و تصوف بودن. اخلاق خلق محمدی صلی الله علیه و سلم در وجودشان، در حرکاتشان، در سکناتشان دیده میشد. ما خود تقریبا در حدود 18 20 سال در خدمتشان بودم در هزار و سفر. صوفی صاحب 75 سال قضا نکردن ارتباطش با حضرت شاه ولایت مآب، حضرت علی کرم الله وجهه، بسیار ارتباط تنگاتنگ داشتن. حوصله من در برابر همه مردم بعضی بود که طفل، خصوصا به اطفال بسیار مهربان بود. غرفه که صافی داشت در چوک سنگ تراشی، در او غرفه که صافی ازی و جنرال می آمد، آجی می آمد، معتبر می آمد، غریب می آمد، وزیر می آمد، هر کس در غرفه که غرفه که چوبی داشت. طفلا می آمد قوطی سرشت بدی، اشقری سرشت بدی، برش پیش می کنم می گرفت. مردم همه می گفتن که صوفی اشقری طفلایی را آزار می ده، هیچ کس را آزار می ده. هیچ حوصله من ترین انسان روی زمین بود. بخیر باشین جناب نصاری صاحب، اما وقفه را باید بگیریم. بخش پایانی برنامه را همچنان شما فراموش نکنین، ما با شما هستیم، شما هم با ما باشین. پس حال میریم طرف وقفه. بخش پایانی برنامه سراچه است و در کنار ما همچنان حاجی صاحب محمد منصور سکندری از نزدیکان و اقارب جناب استاد نصاری آمدند تا یک شعر استاد نصاری را به ما شما، یک نعتشان البته، به خوانش بگیره که ما وقت میتیم به جناب حاجی صاحب تا بفرماین اونا. بفرمان جناب آجی. بازو امشب یاد جانان میکنم، باز امشب یاد جانان میکنم، نظر یادش عیده قربان میکنم، نظر یادش عید قربان میکنم. اشتر دل را با قربانگاه او، اشتر هرچی باد آباد قربان میکنم، هرچی باد آباد قربان میکنم، نظر یادش عید قربان میکنم. از گل یاد تو
رنگی ندار، از گل یاد تو ای رنگین ادا، گلشن دل را گلستان میکنم، گلشن دل را گلستان میکنم، نظر یادش عید قربان میکنم. با یادت ختم قرآن میکنم یار، دو عالم را چراغان میکنم یار، من از دار و شفای مصطفایی علاج درد عصیان میکنم یار، مدینه سینه و دل کعبه گشتم، از آن سیر گریبان میکنم یار، سگان یاستان اجدوز دارم، زیارت چوب دروان میکنم یار، نصاری احمدم صد جان نصاری، نصاری جان جانان میکنم یار، نظر یادش عید قربان میکنم، میدیم آینه دل را جلا، میدیم آینه دل را جلا، یار را در خانه مهمان میکنم، یار را در خانه مهمان میکنم، نظر یادش عید قربان میکنم، از نگاه مست مستان دیدم، عالمی را مست و حیران میکنم، از بهار حسنت ای جان حیا، صد چمن در دیده سامان میکنم، میروم در خیمه آوارگان، پرسش حال غریبان میکنم، گه پدر گفته گه وا احمدا، گه پدر گفته گه وا احمدا، هم نوایی با یتیمان میکنم، هم نوایی با یتیمان میکنم، هر زیال این دل افسر درام، در حضور پیر پیران میکنم، دیده و دل را نساری از وفا، دیده و دل را نساری از وفا، صدقه سلطان گیلان میکنم، صدقه سلطان گیلان میکنم، الهی آشنا گردان با ما آن دردمند را، که از گلهای داغ سینش
بوی تو می آید، هزاران درود و هزاران سلام زما بر محمد علیه السلام و علیه السلام. تشکر جناب حاجی صاحب، خیلی سپاسگزار هستیم. بخیر باشین. بخشش باشین که یک ذره سینه خراب از گلون. فوق العاده اجرا کردید، فوق العاده به خانش گرفتید. خانه آبازنده باشین. جناب استاد، میخواستم در مورد جناب ایدری وجودی و همچنان قهار آسیان بیشتر بدانیم. جناب ایدری صاحب، خب ما بس مختصر بگویم که ما صنفای نو بودیم که در لوگر عسکر شد. ما بو آشنا شدم در لوگر با جناب ایدری صاحب. آشنایی ما 60 سال دوام کرد. 60 سال ما با ایدری صاحب بودیم و می خواهیم که جناب ایدری صاحب از نظر شایسته به جمال به خاطر مختصر و صوفی صاحب دو بیت براتون بخونم. شایخ صاحب جمال می فرماید: چون بوی درد می رسدم در مشام از او، چون بوی درد می رسدم در مشام از او، شایخ خوشم همیشه به دیدار حیدری. یک گپ. و حضرت صوفی صاحب می گوید که بخوانی اگر کتاب حیدری را، بدانی تو حساب حیدری را. حیدری صاحب در کتابش، در آثارش، شخصیتش به تمام معنا معلوم می شه. و مبارک تقریبا سال 68 تا به آخر عمر مبارک درس مثنوی شریفه در کتاب خانه آمه دادن و درس حضرت بیدل رحمت الله علیه را در کتاب خانه آمه. بله بله. و ما دوستی نزدیک و شباروزی 60 سال یک جای شب روز با ایدری صاحب یک جای بودیم. یک جای ما با ایدری صاحب خود ما گفتیم که وقتی وفات کرد چی بنویسم من از دامان پاکش؟ روا باشد تیمم هم به خاکش. آدمی با شخصیت در 60 سال ما یک قسم آدمی که در یک رنگ باشه و یک قسم و مجسمه از عجز بود که همه کس کسایی که دیده بوده. قاری آسی جوانتر بودن، روحشان شاد. وقتایی که بود به ایدری صاحب می بودن، نو چیزایی که می ساختن به ایدری صاحب می خواندن. اگر ایدری صاحب نبود با ما میخواندن، باز ما خوش میامد. یک استعداد عجیب و غریب خدا به او داده بود. میگفتم که روز تیر شد تو برتر و خوبتر شده میروی قهار جان آسی صاحب. آسی هم با ما و ایدری صاحب بسیار نزدیک. خواستن مشابه قضی دورا درجه اول جناب ایدری صاحب بود که بسیار رو تشویق کردن. در اواخر واصف صاحب باختری مرحوم نزدیک شدن به ما، بسیار استفاده کردن. واصف باختری یک شخصیتی بسیار در شرق شخصیتی بود که داریم جغرافیای فارسی بگیم مثلش کمتر مردم دیگه نرویه با مثل واصف باختری دیگه بشک. او با او مردم هم صحبت ایدری صاحب بود. ما در برابر ایدری صاحب، شایخ صاحب جمال، بیتاب صاحب، حضرت مولانا صاحب خسته، این مردم ها بود که ما معذرشون یافته بودیم. فیض بسیار از ما گرفته شد. روحشان شاد و وقت شما یادشان گرامی باد. تشکر جناب نساری صاحب، استاد بزرگوار. عمر طولانی از خداوند برتان میخواهیم. همیشه با عزت باشین و سربلند زندگی کنین. بخیر باشین. در اخیر چیز دیگه خونه داریم. میگه چی دارد بینوا؟ همین دارد. ما چون ذوق داشتین اینمی کتاب بر شما هدا میکنم. باز بعد از او خیلی ممنون تان استاد جان. بخیر باشین. تشکر از شما ماجی صاحب بزرگوار. بخیر باشین. تشکر. ما امیر باز نوشتم میکنم. بخیر باشین. تشکر جناب استاد. و ایرا قول میتونم که ما اوقدر کتاب نمیخوانم، صادقانه بگویم، اما ایرا مکمل میخوانم. وعده میتونم با استادم. تشکر از شما خوبان که تا این دم همراه ما بودین. تا برنامه بعد همتانو به خداوند میسپارم. روزها و شبهای خوش داشته باشین. بدرود. خیر باشین.